رو مطرح بکنم ببینید یکی از کسانی که در پروژه کوسر تعاونی کوسر مال نماینده های مجلس به همدستی با کلاهبردارای مجلسی متهم شده بود ایشون با ما تماس گرفتن و خواستن توضیحاتشون رو پخش کنیم در برنامه ما قبلا دو تا برنامه درباره پرونده کلاهبرداری سه نماینده مجلس داشتیم اجازه بدید قبل از اینکه توضیحات آقای سید حسین ابراهیمی رئیس سابق تعاونی مسکن شهرداری منطقه دو تهران رو بشنویم من یه توضیح کوتاهی بدم که یادتون بیاد ماجرا چی بود حالا دو تا برنامه داشتیم سال 1185 تو مجلس هفتم یه طرح ساختمانی قرار میشه را بیفته به اسم پروژه کوسر برای 360 مسکن نماینده و کارکنان مجلس و البته اطرافیانشون هم بودن و اینها 358 نفر عضوش میشن پولی هم میدن حدود 70 تاشون نماینده مجلس بودن از این 358 نفر بقیه کاسب و دربون و دفتردار و خبرنگار و خلاصه ربطی مستقیما به نماینده ها ندارن قرار بود که همه واحدها با پول اولیه که داده شده بود سال 86 تحویل صاحبش داده بشه چیش، هنوز دارن صاحباش میدونن سه نماینده ای که اشاره کردیم که مسئول این طرح بودن کوهکن ندیمی برزگر تکمت با دلالی یه آدمی به اسم بفات الله صوفیان چند سال میلیارد ها تومن به جیب زدن صدای هیچ کدوم از سهامدارا و وکلاشون هم به هیچ جا نرسیده یکی از برنامه صفحه آخر 16 مهر 96 رو ببینیم گزارش بخشی از کلا های این نماینده است یه آدمی که به عنوان دبیر و پیشکار این سه نفر ندیمی و برزگر و کوهکن کار میکنه آقای خلیل شیسیان خلیل شیسیان تو مجلس هفتم کارپرداز مجلس بود از نزدیکای احمد جنتی بود و میگم که چیز بود دیگه چی میگفتن بهش کار پرداز مشاور چون هم گماشته هر چی. این مال این سه نفر بود به حال الان هم همین شیسیان تو دبیرخانه مجلس خبرگان داره کار میکنه تو بازجویی که ازش درباره بازپرسی هایی که ازش درباره پرونده پروژه کوسر شد گفت <coughs> ببخشید علارغم اینکه کوهکن ندیمی و برزگر اعلام کردند که زمین مجتمع کوسر را به قیمت متری 108 هزار تومان خریده اند دروغ میگویند در حقیقت متر مربع 45 هزار تومان خریدند اما اول کارا یعنی بیش از دو برابر گرونتر پول خرید زمین و حتی با سهامدارا حساب کردن اما اول کلنگ زده نشده بقیه ریختن جیبشون خب میشه کلا برداری حساب شده با برنامه دزدی مافیا چه میدونم سندم درست کردن تازه جل کردن تو منطقه دو شهرداری تهران و تو یک دفتر صد ببینین این اینی که دارین می‌بینین بسیار مهم حالا من تون بعد میگم اقرار مکتوب رئیس اسبق تعاونی منطقه دو شهرداری در مورد قیمت واقعی زمین واگذار شده در حضور دکتر مهدی خزعلی که او هم ابتدا تاریخ تنظیم مبایع سوری را فلان اعلام کرده است به هر حال شاهد هم آوردن و این این چیزیست که گفتم که میگه انقدر بوده آقا جون من خب بعد چیزی جلب جعل میکنن یه دفتر ثبت اسناد تو منطقه ده تهران اونجا پیدا میکنن و پیدا میکنن که باهاشون کار میکنن بعد اینجا بانک ملی شعبه مجلس توی بهارستان ساختمونم که سعادت آباد منطقه دو شهر داری خب هیچ کدوم اینجا نمیرن کاری بکنن سند جعل بکنن اینا میرن توی جنوب شهر توی منطقه منطقه ده هم دستشون کیان رئیس بانک ملی شعبه مجلس درودیان و معاون صادقی سید حسین ابراهیمی، رئیس وقت تعاونی مسکر کارکنان شهرداری منطقه دو تهران که دست رو را الان دیدین همین الان ایشون یه شرکت ساختمانی داره تو سعادت آباد، خیابان سر و غربی، نفش خیابان مرباری، شماره ۳۱ همین آقا یه نفر دیگه، بفات الله صوفیان، یه دلال زمینه، با پول بادآورده پروژه کوسر، حالا صاحب یه تولیدی هم شده بعد آقای دلال وفات الله صوفیان ملک رو میره میخره خودش میخره همون روز چارده میلیارد ریال گرونتر میفروشه مثلا به این سه نفر ما به تفاوتش هم ستایی میخورم چه جوری داستان سریع بگم ببینین این سند واضح تر میکنه قضیه رو این جهل سند رو مفصل توضیح دادم ببینین هم زمین پروژه کوسر هم تعاونی چرا موندیم؟ هم تابانی شهرداری منطقه دو تهران به عنوان فروشنده زمین هر دو تو میدون سر و منطقه دو تهرانن. ولی کار جعل سند تو یک معاملات ملکی تو منطقه ده تهران خیامون کمیل انجام میشه چون وفات الله صوفیان اینجا واسه جعل سند آشنا داره سند جعلی خرید و فروش زمین درست میکنن همونجا با 14 میلیارد ریال سود زمین در یک ساعت خرید و فروش میشه همین فقط رو کاغذ 6 اسفند 85 و 14 اسفند 85 آقایون دو تا چک میدن به دلاله همون بفات الله صوفیان و درست یک سال بعد در 14 اسفند 86 از حساب پروژه کوسر برداشته میشه این اسنادی است که نشان میدهد دقیقاً که چک ها به چه مبلغ و چه زمانی که عرض کردم تاریخش رو صادر میشه دست به دست میشه در واقع مثلا که چی بشه این وسط همه این هم, هم جعلیه سوفیان زمین رو میفروشه با 14 میلیارد سود به این ستا پول از کجا میارن؟ خودشون پول میدن به سوفیان بره زمین رو بخره بعد به خودشون بفروشه همه شو از حساب تعاونی کوسر بر میدارن نمیرین، نمیرین، نمیرین آقای حسینی بازپرس پرونده بخواین صورت حسابای اون یازده حسابو که با این همه سند واضحی که از چیکار میکنین؟ آقای حسینی میگه قبوله که این کلاه ب... ببینین خیلی توجه بفرمایید به این موضوع آخر میگه این کلاه برداری و جعل است و قب... اینا تو پرونده است و مورد تایید است که این کلاه برداری و جعل است یعنی چی؟ یعنی همون ماجره چهارده میلیاردی که زدم به جیب خرید ولی چون این کلاهبرداری و جل در سال 1385 رخ داده است بنابراین مشمول مرور زمان شده و متهمین قابل تعقیب نیستند با باور کنیم من هم چی بگم بازپرس دستگاه عدالت جمهوری اسلامی دیگه کلاهبرداری مشمول مرور زمان میشود چرا از بازپرس تو همین دادگاهی که برگزار میکنین آقای رئیس شعبه سه دادگاه کارکنان دولت نمیپرسین که کجای قانون نوشته شده است کلاهبرداری مشمول مرور زمان میشود من گفتم نه اینکه تا ده سال زندان در قانون شما پیش بینی شده جهل سند و امضا و کلاه که همش تو این پرونده با سند و مدرک هست خب این تیکه ای از برنامه 16 مهر 95 بود من اشتباه کردم گفتم 96 ببخشید مهر 96 هم نیومد یکی از این سه تا نماینده الان مشاور سخنگوی دولت آقای حسن روحانی است آقای ایرج ابوذر شده ندیمی اسمش ایرج بود شد ابوذر ایرج ندیمی یکیش دیگه شون نماینده خیلی اصولگرای مجلس آقای محسن کوهکن یکی دیگه شون هم فعلا کاری تو مجلس دولت نسام خودشو بسته کامل از هیچ تو سال 76 هیچ چی نداشت که خونه‌شو نمیتونست بده اینا رو من تو برنامه گفتم امروز همه اهل خونه و فامیل خودش و زنش یکی یه دستگاه خونه تو پروژه کوسر به نامشونه خودش هم فقط یه قلم ملک 6000 متر باغ تو شهریار کرج یکی از وکلای سهامدارای پروژه کوسر دکتر اکبر اعلمی است چند روز پیش آقای سید حسین ابراهیمی رئیس اسبق تعاونی کارکنان شهرداری منطقه دو تهران با بنده تماس گرفتن خواستن توضیح بدن که با توجه به اون برنامه که ما پخش کردیم که خواستن توضیح بدن که تو این سو استفاده ها هیچ همکاری با این نماینده فعلی و قبلی مجلس نداشتن و این سو استفاده ای نکردن پولی بلاسه این وسط در ها پولی کردن ها ایشون نقشی نداشتن بدین توضیح ایشونو بشنوید زمین رو به عنوان مدیرعامل تعاونی مسکن شهرداری منطقه دو به مخابرات شرکت تعاونی مخابرات تهران فروختم به مبلغ من اینجا جلوم هست نزدیک به هشت میلیارد تومن یه مثلا چل میلیون ارزون تر یعنی دقیقا اگه میخوام به اتراج به شما بدم متری چهارصد و هزار تومن اونها متاسفانه بعد از پرداخت 1.5 میلیارد که پیش پیش‌قسط به من دادن، قسط چک بعدیشون برگشت خورد و من در تاریخ برج 9 85 اون معامله رو فسخ کردم، برج 11 دقیقا 14 11 85 به آقای به نام سوفیان فروختم. به به مبلغ متری 530 هزار تومان یه مباینامه حضور شما چاپی هم آوردن پر کردیم در این مباینامه چاپی یک بندش هست که به صورت چاپی نوشته شده اصلا یه وقت خریدار فروشنده توافق میکنن ولی این بند چاپی در اون ای که ما پر کردیم نوشته شده بود من خوندم به این صورت که خریدار در زمان محضر به هر کسی که دلش خاص میتونه بگه که فروشنده به نام اون افراد بکنه که روز محضرم که ما 21 سه 86 بوده ایشون طی ای نامه کتبی به من گفت به نام آقای کوهکن ندیمی برزکار بکنی من آقای کوهکن برزکار ندیمی رو فقط و فقط 20 دقیقه در دفترخونه هنگام تنظیم سند دیدم نه قبلش تلفنی تماس داشتیم نه بعدش کوچکترین تماسی با هم داشتیم مسئله کمیسیون مطرح شد گفتم نخیر اینجا من و شما به توافق رسیدیم گوشه مباینامه که من اگه اجازه بدید حالا اینا رو بهتون رو همین برنامه نشون میدم گوشه مباینامه نوشتم بابت کمیسیون انتقال این زمین دیناری فروشنده پرداخت نمیکنه اگه کمیسیون تعلق میگیره باید خریدار بده اینجا هم از این من فقط آقای عالمی بعد از ده سال به من مراجعه کردند منم هر کمکی از دستم بر اومد برای اشون کردم یکی از مسائل آقای فلحتی این بود که ایشون میگفتن که به من گفته شده زمین رو 9.5 میلیارد خریدیم یه میلیارد و 400 هم اضافه خرجش کردیم مشکل داشته زمین من بنا به درخواست آقای علمی یه نامه دادم که آقا این زمین بله مشکل داشت مشکل شامل یه اصلاح سند بود که تو سند ما نوشته شده بود 17766 متر در صورتی که وقتی مساحت میگرفتیم مساحت زمین 600 متر بود ابعاد زمین اشکال داشت ما بردیم ثبت این ابعاد رو درست کردیم مساحت حقیقی شد 17766 متر که نقشه برداری کردیم تحویل آقایون دادیم مثلا رفته معارض بود یه آقای فرهزادی تو این زمین معارض بود 1400 متر زمین رو گرفته بود 100 متر بنا داشت توش سکونت میکرد اونم با پرداخت مبلغ 35 میلیون تومن من من گرفتم و اون ملکش رو خراب کردم یه رفع تصرف از منبع های سازمان آب بود که اون رو رفتم وکیل گرفتم حکم گرفتم منبع های سازمان آب رو از اونجا برداشتم مسئله دیگه یه اتاق تعاونی هفتگانه اونجا ساخته شده بود اونو پنج میلیون 500 پرداخت کردم اونو رفت کردم دقت میکنید من اون نامه که شما از من نشون میدید متنش اینه که آقای علمی که وکیل به اون خریدار هستیم این زمین رو من فروختم معارضاش رو کلن من حل کردم دیناری کسی دیگه پول نداده هر کی حرف دیگه ای بزنه کذب محض حاضرم در هر محکمه هم جوابگو باشم خب سوال مشخص اینه چه کسایی سو استفاده کردن تو این پروژه کوسر آقای فلاتی به مقدسات قسم به جان بچه‌هام قسم تا زمانی که شما اعلام نکرده بودید من این مبلغه یک میلیارد و چهارصد رو نمیدونستم البته پیش خودم فکر میکردم که مبلغ این اونور شده ولی این مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون تومن رو من اصلا در جریان نبودم تا روزی که شما اعلام کردید یک دو این که این وسط گیر کی اومده خب مشخصه لازم نیست من بگم آقای سوفیان اومده خریده ظرف سه روز چکه سه تا نماینده رو به من داده بنابراین کسایی که این زمین را از آقای صوفیان بعد از دو روز سه روز می خریدن، نباید سوال میکردن که چرا این زمین یه میار چهارستان گرون‌تر فروخته میشه این جوابی شما به نظر من کامله دیگه